آماده استین آقا. آماده استم. نتایج معاینات پولاد علمدار است. نزدیک شده ماما. ای کارا نکو بیادر. تو احمق از کجا شدی عبدالحی؟ از اینجا برین باز کل چیزا براتون میگم. رئیس کجاست؟ نشانش میفهمی؟ نه اما زنده است. صبح بخیر.
چی شده تو را؟ چی شده؟ خنک میخورم. برو زمین که بخوابی تبان خنک میخوری. کمپلشا پس کو. دوازده اجده یک خبر آجل داریم، مشنوین جوابتین. چند روز میشه که منتظرت بودم، منتظر نشانی و احوالت بودم، اما گم بودی. تو گم بودی باز وقتی که میخواستم از بین برم تو آمدی احمق. اگه پنهان نمیشدم باز هر دوی ما را میکشتن. من که بکشن احمق لانه. رئیس کجاست؟ در پیش اسکندر است. نشانیش کجاست؟ نشانیش من میفهمم که در پیش اسکندر است. نشانیش نمیفهمم. پس رئیس از کجا پیدا کنیم عبدالحی؟ از اسکندر موقعیتش هم بپرسم و رفتن جاتش میتم. بیگه خدا عبدالحی، در آگوشه گوشه بریک شهردار دیوانه رو جمع میکنه. اسکندر کدام طفل نیست که ازش پرسان کنی او برد بگوی. میرم و اسکندر فرار میتم بیادر. در سراسر ترکیه بخصوص در مورد طبقات عام کشور یعنی تاجرین و بعضی روزنامه نگارها معلومات به دست آوردین و همچنین بعضی دسیسه ها را راه اندازی کردین. در تصاویر و گزارش هایی که از شما آماده شده نشان میده که با اشخاص مافیا دست دارین. در این باره چی گفتنی دارین؟ ما کارهایی که شما گفتین اصلا انجام ندادیم، اما باید بگویم که من کشور خود بسیار دوست دارم. با نظر شما اگه کسی در بین مردم عام زیاد نفوذ داشت و مردم او را پذیرفت گناه هست؟ در این مورد باید بگویم که شما با بعضی از رؤسای رسانه ها تماس گرفتین و اونا را تهدید کردین. گپی که شما میگین اصلا اساس نداره. خوب ما به بعضی دوستا زنگ زدیم، اما هیچ وقت اونا را تهدید نکردیم قاضی صاحب. این حق طبیعی هر فردی کشور است. چون مطالب نوشته شده بی اساس بود. دزن بعضی ها با رؤسای رسانه ها رابطه دارن، هر چی دلشان شد نوشته میکنن. شما بعضی مقامات بلند پایه دولتی را به عنوان که اونا اختلافات مذهبی را برام اندازن به مقامات استخباراتی کشورهای بیگانه معرفی کردین. قاضی صاحب محترم، این ادعای شما هیچ حقیقت نداره، کاملا دروغ است. ما در تمام عمر خود هیچ وقت جاسوسی و خیانت نکردیم، فهمیدین؟ صدایتان را بلند نکنین، آرام گپ بزنین. پیش ما بعضی گزارشات میاید و ما مکلف هستیم تا او گزارشات به مراکز مربوطش روان کنیم. بالاخره یک روزی همو انسان ها آینده ترکیه را رقم میزنن و بیرقی کشور در تمام دنیا به اهتزاز در میارن. وقتی یکی از مقامات دولتی بخواید ترکیه را در اتحادیه اروپا شامل بسازه و شما هم شاهد چنین یک موضوع باشین، باز شما میتونین بدون کدام عکس العمل تماشا کنین؟ آقای محترم، در این ادعا نامه نام اشخاصی است که مدعی هستن که مورد تهمت قرار گرفتن. تهمتی که بالای اونا شده در مقابل ادعا و تهمتی که بالای ما شده بسیار کم است. اونا باید بفهمن در اجتماعی که ما هستیم 70 میلیون انسان زندگی میکنه. شاید بعضی گزارشاتی که اونا دادن اشتباه باشه. بالاخره ایام نتیجهش. قاضی صاحب، اگر اجازتان باشه میخوایم یک چند دقیقه بشینم. البته، چرا که نه. مرای تومتانه بلکه مرز شکر به تکلیف میسازه. رئیس صاحب محترم، موکل ما با مرض کشنده شکر مبتلاست. باید متداوم تحت مراقبت باشه، چون همیشه وقت در زندان می باشه. از او خاطر برایشان بسیار مشکل است که تحت مراقبت باشه و قسمی که خودتان میبینین وضعیتشان خوب نیست. حق طبیعی موکل ما که حیاتش است به خطر مواجه است. موکل ما یک شخص با رسوخ و با نفوذ کشور محسوب میشه.
جای بود و باششان معلوم است. حتی رای فرارم وجود نداره. به این خاطر ما خواهان آزادی موکل خود از زندان هستم. آقا شما رو چی شد؟ خوب هستین؟ یک وقفه کوتاه میگیرم. دکترم بخواین. سر فاکو خونه خورده، اما مهم نیست. ما با کار خود ادامه میدیم. دو اتاق تحقیق بیارنش. اینجا را ببینید. عامر صاحب، آمبولانس آماده است. آقا اگه امروز نرین خوب میشه. چرا؟ خیرتی است عامر صاحب؟ این قسم رسوایی امکان نداره. او چطور میتونه که داخل آمبولانس به این سادگی ششته و از اوجا خارج شوه؟ ایکی او کجا میره معلوم نیست. عامر صاحب مسئولی که در زندان وظیفه اجرا میکنه از جمله دوستای نزدیکش است. او را از وظیفه سبک دوش کنین. هر چه زودتر در مورد تحقیقات شروع کنین و این موضوع را به دادگاه عالی هم خبر بدین. هر چه شما بگوین عامر صاحب. شما تا هنوز پیدا نکردین که او از زندان خارج میشه و بالاخره کجا میره؟ عامر صاحب امروز به دادگاه رفته بود. وقتی که پس آمده جایی نرفته. اما تشویش نکنین پیدا میکنیم. تمام سهولت هایش بگیرین. اسکندر کبیر نباید از زندان آرام باشه. به چشم عامر صاحب. آقا پیش دکتر باید میرفتین. جیم جان من به دکتر نیاز ندارم. هر کاری که میکنین بکنین، اما مرا از اینجا هرچی زودتر آزاد کنین، چون من میفهمم که سعدی پاچا مرا در اینجا آرام نمیمانه.
بلا دلم دارده یک ما دوایی را که براش داده نخورده. چطور امکان داره؟ پس وضعیتش چرا این قسم است؟ او شما را فریب میده. هرقدر افرادی که مسئولیت نگهداری پولاد علم داره داشتن با اتاق ما بیارشان. بچه شما مرزه با پولاد یک اتاق دیگه آماده کنین. نامت چیست؟ پولاد علمدار. چقدر وقت میشه که اینجا هستی؟ نمیفهمم. در کجا هستی؟ نمیفهمم. ما کی هستم؟ دکتر. اگر بخوای از اینجا فرار کنی، باز چه قسم فرار خواهد کردی؟ اینجا رای فرار نداره. صدا را میشنوه؟ میشنوه، اما جواب داده نمیتونه.
حال ما تمام مدارای مغزش خالی میکنیم. باید انبار حافظه مغزی را کاملا تخلیه کنیم. ای برنامه را باید همین قسم اجرا کنیم. باندگه زیاد حاشیه روی نکو عبدالحی. تمام کارایی که کدی به ما بگو. با دست سلطانه تمام یاداشتای رئیس روان کن. ایره خواه میفهمیدم. بعدم تو هم پیشو دختر رفتی. اما چه قسم فهمیدی که من قصد کشتن اسکندر دارم؟ با ما آلپر اول داد. آلپر تو را از کجا پیدا کرد؟ ما آلپر را پیدا کردم. خدمه آقا آلپر هستم. خدمه آقا آلپر خدای کس از خانم. من خواهرش هستم. امروز خواهرم کمی مریض بود، از او خاطر مرا روان کرد. بفرمایید. داخل بره. سلطانه را تعقیب کن. اون نشانی مرا به تو میگن. عبدالحی. رئیس زنده است. دفعش اسکندر است. از کجا میفهمی؟ میفهمم دیگه. نشانیش؟ نشانیش نمیفهمم. میتونی که پیدا کنی؟ مشکل است. اگه پیدایش هم کنیم امکان نداره نجات داده بتونیم. داره. چطور داره؟ اگه اسکندر فرار بتیم باز میتونیم که رئیس سیو سلامت نجات بتیم. عبدالحی، اسکندر کبیره چه قسم از زندان فرار بتیم؟ او هر روز خودش از او جمع برایه. باز ما نمیتونیم او را فرار بتیم. آلپر فهرست افراد را که در زندان معذف هستن از آلپر گرفتم. خب یعنی در داخل زندان یک کسی را باید پیدا میکنیم. کی را پیدا کنی؟ حال ماما زنده باشه آشپز را پیدا کنیم. عبدالحیم رای ما شوخی میکنی. تو میخوایی که اسکندر را توسط یک آشپز فرار بدی؟ ماما تو هم کل چیز می فهمیدی اما بر من هیچ چیز نگفتی. آفرین زنده باشی. عبدالحی خارزدیم قسمم داده بود که به کسی نگویم. چطور است این ماما؟ خدا رو شکر حال هیچ تکلیف ندارم. بسیار خوب هستم. کاملا صحتمند عبدالحی. قسم می خورم بعد از اینکه رئیس نجات دادیم باز جزایی کارای تنم تو ماما جان. دی وقت شب کی بوده میتن آقا خلیل ابراهیم؟ انشالله که خیرت سیلوان خانم.
ماما بسیار وقت اونجا زندانی بودین. شما آشپز را نمی‌شناسین که با واسطه او داخل بریم؟ آشپز چی میکنی عبدالحی؟ آشپز اسکندر فرار بته؟ ماما اسکندر مرض شکر داره. با خاطر او غذای مخصوص پخته میکنن. اگه آشپز از خود بسازیم، باز هر وقتی که خواسته باشه موره فرار داده میتونیم. بفرمایید. تشکر میکنم. زنده باشید. نوش جانتان. با همتان شب خوش میخواهیم. شب خوش. خوش آمدین استاد. خوش باشی استاد. قصد به دیدنتان آمدن. سلام علیکم. و علیکم السلام آقا خلیل ابراهیم. ساعتتان چطور است؟ همی که رفتن دیگه شما اول گرفتن نتان استاد؟ این آمدم دیگه استاد نظام. مریضی خوبی از او است، اما از او کده یک مشکل کلان دیگه هم است که فقط خودت حل کده میتونی. داخل بیا. آقا غذا آماده است. برین سر آشپز را بخواین. استاد نازم اسکندر شما را خواسته. اسکندر کبیر با ما چی کار داره؟ نمیفهمم استاد نازم. بیا سر آشپز، بیا بیا. تو در این سوپ چی چیزا را انداختی؟ در روی سوپ؟ بله در روش.
یا کم مسال انداختم؟ بسیار تشکر، بسیار مزه‌دار شده. خواستم که شخصا از تشکر کنم جانم. خواهش میکنم. ما به جای آمر اجرایوی به زندان داخل میشون. امشب نوکری وال همو هست. سراشپز هم غذا اسکندر تغییر میده و بعد از خوردن او غذا اسکندر به حالت کما میره. پس ما چی کنیم؟ تو ده داخل امبولانس میباشی. کاظم هم راننده میباشه. اسکندر به شفاخانه انتقال نمیدیم. بچه ده امبولانس یک پرستار لایقم و وظف بسازن که فشار زیاد و لعنتی را از بین نبره. پرستارم پیدا کردیم. خانم شما ایلوان دگه سر کی اعتبار کده میتونیم ماما؟ نقشه بسیار خوب تر شده. اگه کدام اشتباهی صورت نگیره امشب اسکندر در طویله خواد خوابید. بره نگه. چی کنیم عمر صاحب؟ مرا به تحقیق هستن. اگه گپشان را نکنی باستران به تحقیق میبرن. پس چی کنیم؟ گپایشان را رد کنیم یا که قبول؟ آقا شما را باید به خاطر مشکلات امنیتی از این اتاق تبدیل کنیم. مشکلات چی؟ محترم، رئیس زندان امرای عامر زندان تحت تحقیق هستن. ما مکلف هستیم دستورات عملی کنیم. میبینی جیم جان، بزرگان ما از خود ما کده بیشتر به فکر ما هستن. به خاطر امنیت ما اتاق تغییر میتن. آقا یک خوریز. البته جیم جان، دوستای ما انشالله انتقامی رفتاری را که امرای ما میشه خواد گرفتن. بفرماین. عامر سه مره کار داشتین؟ افسر، ما مطمئن هستم که در نبود ما از اسکندر کبیر خوب مواظبت میکنین. در چارچوب قانون البته. چرا مواظبت نکنیم عامر صاحب؟ نامت چیست؟ پولاد علمدار. چقدر وقت میشه که اینجا هستی؟ 45 روز. در کجا هستی؟ در یکی از جاهایی که مربوط اسکندر کبیر میشه. ما کی هستم؟ دکتر.
شما کدامتان خائن هستین؟ بگوین اگر یک کالتان هم ایکشم فامیدین. آقا بعد از اینکه هر بار برش دواره می دادم دهنش هم می دیدم که خورده. یعنی دانت آواز کو، دانت آواز کو. بعد از این مطمئن شوین که او دوا را میخوره. بعد از این هر کس اشتباه کرد او را میکشم. اگر بخوای از اینجا فرار کنی باز از کجا فرار میکنی؟ از اتاقم. چطور؟ زیر کموت سراخ کده فرار میکنم. نامای نظامی و ملکی که در کتاب سرخ نوشته شده بود میفهمی؟ بله میفهمم. از رئیس شروع کن تا به آخر. رئیس رئیس. بله رئیس. رئیس خودم هستم. معاون اولم مماتیز، معاون دومم عبدالحی. پولاد علمدار، میتونی همه چیزها را به یاد بیاری اما مغزت به ارادت نیست. از رئیس شروع کو تا به آخر. رئیس خودم هستم. ای مدیری که نام قرار شده باید کار خود تا به حال شروع میکرد، او کجاست؟ آمر صاحب از مدیر صاحب اجازه گرفته بود، کدام کار شخصی داشت اما امروز میایه. او تا هنوز نامده. چطور نامش در فهرست نوکری والا نوشته کرد؟ برنامه کاری من قسم بود، بخاطر که افراد مکم است. خسته نباشی جوان، کدام گپ شده؟ عمر صاحب، کسایی که داخل و معتر هستن میخواین شما را ببینن.
داخل بیا. عزیز کای جان آمر صاحب محترم، معذرت میخوایم از اینکه ناوقت آمدم. خوش آمدی، بفرما بشین. قبلا در اینجا بعضی مشکلات ایجاد شده بود، از همین خاطر مدیر سابق از وظیفه‌اش سبک دوش شد. تمام مقامات ما را زیر نظر دارن. امیدواری ما شمایی است که در وظیفه‌تان صادق باشین. با کمال صداقت انجام میشه آمر صاحب. شما خو میفهمین که در این زندان اشخاص خطرناک زندانی است، مخصوصا درباره اسکندر کبیر. هر گپی که پیش می آید باید مرا خبر بسازین. حتما خبر می دهم آمر صاحب. رابطه تان با آقا آجار چطور بود؟ نفهمیدم آمر صاحب. بلند آجار میگم، از جمله دوستای نزدیکی ما است. با شما زیاد سلام گفت. قسمی که می فهمین ما عجله دارم، از او خاطر می خواهیم همراهش گپ بزنم. درست است آمر صاحب. تلفنم در موتر است، اگه اجازه تان باشه رفته بیارم. خودم زنگ میزنم. باش تو شمارش چی کردم یک بار ببینم. جواب نمیده، فرق نمیکنه، بعدن گپ خواهد زدیم. درست است آمر صاحب. حالا دیگه نوکری والی خوبی برات میخوایم. وعده بدی؟ وعده نمیتم، یکم حوصله داشته باش، ببینم که چی میشه. اگه تو گپ مرد نکنی باز مام گپت قبول نمیکنم. با تداوی باید راضی شوید. ایلوان خانم، ما درباره زندگی چندی نفر بحث میکنیم، تداوی ما چی اهمیت داره؟ به من بسیار اهمیت داره. یک بار از این مشکلات خلاص شویم باز میبینم. وعده بده. حالا برو که منتظرت هستن. حالا حالا برن دیگه، متوجه خود باشه، منتظر خبرهای خوشتان هستم.